بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستین خوب و خوش و خرم بوده و بیننده برنامه لحظه های آسمانی باشید. در برنامه امروز با ما در استودیو جناب استاد بزرگوار، استاد محمد انصاری تشریف دارن. جناب استاد خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. لاینات هستم. سلامت باشین. بیننده های عزیز و گرامی، در برنامه امروز موضوعی که می‌خوایم رویش بحث و صحبت داشته باشیم، جهاد فی سبیل الله و آداب و احکام مرتبط با این فریضه الهی است. جناب استاد، در مورد مفهوم جهاد اگر بحث را آغاز کنیم که جهاد یعنی چی؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. جهاد در حقیقت به معنی سعی و تلاش است. در زبان عربی جهاد به معنی تلاش، کوشش، سعی بیش از حد. وقتی که این سعی و تلاش در راه الله سبحانه و تعالی باشد، به او گفته می شود جهاد فی سبیل الله. و عموما در نزد ما، در نزد فارسی زبان ها یا غیر عرب ها، تا کلمه جهاد شنیده می شود ذهن ما مستقیما می رود به طرف جهاد مسلحانه، یعنی کشتن، جنگ کردن، فلان. اما جهاد مسلحانه یکی از انواع جهاد است که الله سبحانه و تعالی در مقابل این سعی و تلاش که به او جهاد گفته می شود، و اگر فی سبیل الله باشد، در راه الله سبحانه و تعالی باشد، الله متعال پاداش به بنده مجاهد و مؤمن که با اخلاص جهاد کرده باشد میدهد. همانطوری که خدمت شما ذکر کردم، جهاد مسلحانه یکی از انواع جهاد است. درست. جهاد انواع و اشکال مختلف دارد. جهاد با نفس که انسان با هوا و هوس خود جهاد بکنه، با خودش میجنگد. با خودش میجنگد. درست. ببینید، چون در درون ما الله سبحانه و تعالی دو راه رو قرار داده است برای ما، و به ما اختیار قرار داده است که کدام یک از این راه ها رو ما انتخاب بکنیم. یکی از راه ها راه های شیطان است، با وسوسه هایش، با شهوات و با لذت هایی که وجود دارد. یکی دیگر راه الله سبحانه و تعالی است که با دساتیر الهی، با فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، با مکارم اخلاق و به طبیعت حال با سختی ها و با مشکلات امراه شده است. انسانی که در راه رسیدن به مکارم اخلاق، در راه رسیدن به بهشت الله سبحانه و تعالی، یا در راه رسیدن به رضای الله سبحانه و تعالی، با نفس خود، با شیاطین، چه شیاطین جنی، چه شیاطین انسی، چون طبیعتاً تنها شیطان اون شیطانی نیست که در نفس ما رو وسوسه میکنه، که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان که این شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، مانند خون در رگهای ما در جریان است و ما رو وسوسه میکنه. شیطان های انسی وجود دارد. شما از خانه خارج می شوید، تا محل کارتان می روید، برای هر عملی وقتی وارد جامعه می شوید، با ده ها، صد ها، هزار ها از شیاطین انسی در جامعه روبرو می شوید که به اشکالی می خواهن انسان رو چیکار بکنن، از راه درست منحرف بکنن، با وسوسه ها به خاطر مال، با وسوسه ها به خاطر شهوت، با وسوسه ها به خاطر قدرت و انواع و اقسام دیگر. وقتی یک انسان با این شهوات و با این شبهات مبارزه می کند و هدفش این است که رضایت الله سبحانه و تعالی را به دست بیارد و به مرتبه تقوا و پرهیزکاری برسد، این خودش یک جهاد است. درست. جهادی که انسان با هوا و هوس خود انجام می دهد، جهادی که در مقابل شبهات، در مقابل
شهوات انجام میدهد. نوع دیگر جهاد، جهاد با مال است. الله سبحانه و تعالی وقتی که جهاد رو برای ما امر می کند و فرض می کند، قبل از جهاد با جسم، جهاد با نفس خود، جهاد با مال رو در اینجا بیان می کند. و جاهدو به اموالکم و انفسکم. اول مال رو ذکر می کند، مال رو بر نفس مقدم می دارد. اینجا نفس منظور از اون هوای نفس نیست، اینجا نفس منظور شخص خود شخص خود انسان است. که یک نفری سلاح به دست می گیرد، خودش به میدان جنگ می رود. اگر این شخص که به میدان جنگ می رود مجاهد هست، در راه الله سبحانه و تعالی جهاد می کند، اگر که کمک مالی نداشته باشد برای لباسش، برای نقل و حرکت هایش، برای خرید سلاحش و برای مصارف روزانه یک مجاهد، مجاهد که دیگه در کوک علف که نمی خورد، یعنی برگ درخت که نمی پوشد، خواستن در این موقع زمانی که یعنی مجاهد باید با جدیدترین تکنولوژی های روز باید آماده باشد. پس جهاد با مال هست، یعنی اهمیت جهاد با مال کمتر از جهاد با نفس نیست. که یک انسانی پول دارد، سرمایه دارد و این پول و سرمایه خودش را در راه الله سبحانه و تعالی، در جهاد در راه الله سبحانه و تعالی انفاق می کند. درست. این انفاقی که در راه الله سبحانه و تعالی شما با پول خود انجام می دهید، چه در جهاد تربیتی باشد، چه در جهاد اخلاقی باشد، چه در جهاد مسلحانه باشد، در همه انواع جهادهایی که باشد، پاداش شما کمتر از پاداش آن مجاهدی که در سنگر در مقابل دشمن سلاح به دست گرفته است و می جنگد نیست. این یکی از انواع جهاد است که الله سبحانه و تعالی برای ما بیان می کند. جهاد با دعا هست. خیلی از انسانهای صالح، خیلی از انسانهای متقی، انسانهایی که نمی توانند به جهاد بروند، یا اصلا جهادی است که نفیر عام نیست، یعنی نفیر عام به معنی این که آماده باش عمومی، وقتی نفیر عام صادر می شود از طرف ولی امر و حاکم مسلمان ها، منطقه مورد حمله دشمن قرار می گیرد، نفیر عام صادر می شود بر همه انسان ها، چه برده هست، چه سید هست، چه زن هست، مرد هست، یعنی هیچ کس عذری ندارد. هر کسی که می تواند سلاح بردارد باید در جهاد شرکت بکند، چون آماده باش عمومی است که در اصطلاح شرعی بهش میگن نفیر عام، فرض عین میشه، فرض عین میشه در این صورت. دیگه کسی از کسی اجازه نمیگیرد. در غیر انواع دیگر جهادها که حالا به اصطلاح نفیر عام نباشد، اجازه شرط هست و بعضی از شرایط دیگری دارد، اما در این حالت، در همه حالتها عده‌ای از کسایی هستن که نمیتوانن در جهاد شرکت بکنن، بنابر اسبابی، بیمار هستن، کهنسال هستن، شاید معذوریت دیگری داشته باشن، و اینا با دعای خود مجاهدین را امراهی میکنن. این خودش یک نوع جهاد است. همه اون مسائلی که نیاز بود برای جهاد رو رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده میکردن. اما بعد از اون میبینیم که وقتی همه چیز آماده میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میرفتن در یک گوشه و دستانشون رو بالا میکردن و دعا میکردن. در غزوه بدر، در من عریش، به اصطلاح یک خسپوشی، یک جایی درست کردن، سایبانی در میدان معرکه، و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه آمادگی نظامی رو دیدن، از صحابه رو صفهاشون رو مرتب کردن، بعد از اونجا رفتن چیکار کردن؟ مشغول دعا شدن. در غزوه خندق مثلا میبینیم رسول الله صلی الله علیه و سلم در انوزم یک مسجد کوچکی در اونجا در بالای کوه به نام مسجد اجابه است در اونجا وجود دارد، که بعد از اینکه مجاهدین و خندق و همه مسائل نظامی و سقل جیشی آماده شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن در اونجا مشغول دعا شدن. اهمیت دعا
دعا برای پیروزی مجاهدین کمتر از جهاد نیست. چه بسا که قبولی دعای یک پیرزن کهنسالی که در گوشه خانه خود نشسته است، دو رکعت نماز خوانده است، دستان خودش رو بلند می کند، سبب پیروزی گروهی از مجاهدین در سنگر بر علیه دشمن شد. و این خیلی مهم است که ما باید هیچ وقت برادران و خواهران مجاهدمان را که مشغول جهاد هستند در راه الله سبحانه و تعالی در دعای خودمون فراموش نکنیم. در هر نماز باید براشون دعا بکنیم. حداقل کاری است که دست ما برمیاد. حالا اگر ما نمیتوانیم با مالمان کمک کنیم، آنها را با خودمان برویم در کنارشان بایستیم، حداقلش این است که با دعا آنها را امراهی بکنیم. جهاد دیگر جهاد توجیه و ارشاد است. ما یکی از بدبختی هایی که حرکت های جهادی در خاصاً در تاریخ معاصر ما داشتیم که سنگرها از توجیه و ارشاد خالی بود. منظور از توجیه و ارشاد یعنی دعوت یا تبلیغ دین؟ علمایی که باید در کنار مجاهدین در سنگرها قرار بگیرند و آنها را ارشاد بکنند، راهنمایی بکنند، اصول و ضوابط و معیارهای جهاد را برای آنها بفهمند، با آنها درس عقیده و درس جهاد و درس مبارزه با هوای نفس و با شهوت‌های درونی بدن که این مجاهد فردا که وارد شهری شد، وارد دیاری شد، چشمش به ناموس مردم نباشد، چشمش به مال مردم نباشد، چشمش به منصب و به قصر و به خانه و دم و دستگاه و آرگاه و بارگاه زندگی نباشد. مجاهد رو باید با توجیه و با ارشاد علما و دعوتگران تربیت بکنن. عالمی است نمیتواند به جهاد برود، در خط اول جبهه نمیتواند در مقابل دشمن سلاح به دست بگیرد، اما میتواند که در پشت صحنه، در پشت جبهه مجاهدین رو برایشان درس های بگذارد، دوره های علمی بگذارد، دوره های شرعی بگذارد، وظیفه یک مجاهد را برای او بیان بکند، ضوابط و معیارهای شرعی یک مجاهد را برای او روشن بسازد. اصلا باید برای او بفهماند که تو به خاطر چی جهاد میکنی، جهاد تو برای چی است. این توجیه و ارشاد خیلی مهم هست. ما در همه غزوات میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار صحابه بودن و اگر کوچکترین اشتباهی از آنها رخ میداد در جا توجیه میکردن، ارشاد میکردن. چرا؟ چون وقتی که تزکیه نفس مجاهدین صورت نگیرد، وقتی که ارشاد و توجیه برای مجاهد وجود نداشته باشد، وقتی مجاهد با اخلاق اسلامی تربیت نشود، نتیجه شدیدی ما بله. آیا مجاهد بودن فقط به این است که یک پکول داشته باشی و ریش داشته باشی و کلاشینکوف هم در دستت باشه و وارد شهر و دیار مردم بشی؟ جناب استاد، اینجا موضوعی که خیلی مهم هست بله. شما اشاره کردین به این خطا باید اصلاح شود که طرف مثلا جهاد کرده، مجاهد هست و اجرش با الله هست طبیعی. بعدش بگذاریم این را در مقابل طبقه علما که شما اشاره کردین یا دعوتگران هست، کدام میزان وجود داره اینجا که علما برتر باشن یا مجاهدین؟ یعنی مجاهدی هست که شاید از علوم دین آگاهی نداشته باشن، ما بنیت خالص خود در میدان جهاد اشراک کرده. ببینید، اولا بیایم که جهاد رسول الله صلی الله علیه و سلم، جهاد فی سبیل الله و جهاد واقعی رو کدام جهاد می دانستن؟ جهاد فی سبیل الله. آیا هر کسی که به هر نیتی که سلاح به دست بگیرد و وارد جنگ با کفار شود، بکشد و کشته شود، مجاهد محسوب می شود در نزد الله سبحانه و تعالی؟
نخیر. آمدن در حدیث صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که پرسیدن یا رسول الله، کسی به خاطر قوم و قبیله اش می جنگد، کسی به خاطر شهرت می جنگد، کسی به خاطر شجاعت می جنگد. ما خیلی از مجاهدینی داریم که ریاکاری های جهادیشان کمتر از ریاکاری های کسایی که نماز می خوانن و صدقه می دن و سلفی می گیرن و پخش می کنن نیست. هر قدمی که در سنگر می مانند با یک دوربین و با یک فیلمبردار امراه هست که بعد منتاج شود و با افکت های مختلف پخش شود که این طرف مجاهد است. این مجاهد، مجاهد فی سبیل الله نیست، این مجاهد فی سبیل کامره است، فی سبیل دوربین است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب صحابه فرمودند من قاتل، دقت کنید، من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. کسی که می جنگد برای اعلای کلمت الله، برای اعلای کلمت الله می جنگد یعنی چی؟ یعنی چشم به منصب ندارد که من مجاهد شدم فردا حتما باید وزیر شوم، رئیس شوم، والی شوم، استاندار و شهردار و شاروال شوم، رئیس بلدیه شوم، یا قماندان و فرمانده و افسر و صاحب یک منصبی در حکومت شوم. هر کسی که امروز به خاطر جهادی که دیروز کرده طالب منصب می شود، طالب مقام می شود و اون جهاد خودش رو پیشکش می کند، این به معنی این است که این جهاد گذشته، این جهاد فی سبیل الله نبوده است، جهاد فی سبیل قدرت بوده است، فی سبیل منصب بوده است. من قاتل لتكون کلمت الله هی العليا، یعنی وقتی که هدف شما از جهاد اعلای کلمت الله هست، برای شما دیگه این دنیا هیچ ارزشی ندارد. کلمت الله یعنی چی؟ دین خدا، شریعت خدا، کتاب الله سبحانه و تعالی، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، هدف شما این است. قدرت های دنیوی و مناسب دنیوی اصلا برای شما مهم نیست. کسی که این روشش باشد، کسی که این هدفش باشد، این است مجاهد واقعی و مجاهدی که فی سبیل الله است. اما آیا در یک جامعه، رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو خیلی جالب برای ما بیان میکنن که تنها جهاد یعنی این نیست که انسان برود سلاح به دست بگیرد و در مقابل دشمن خودش رو بکشد و کشته شود. در یک واقعی بود، در یکی از غزوات شخصی آمد گفت یا رسول الله عجب شهیدی داری، عجب مجاهدی داری، چنان مردانه جنگید، آخرش هم شهید شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هو فی النار. صحابه حیران ماندن، از برای خدا این قهرمانی کماندویی که زد لط و پار کرد صفه مشرکین رو، الان هم در خاک و خون غلطیده است، بدنش دیکه و پاره شده است، به اصطلاح به شهادت رسیده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند برید بارش رو بگردید. خورجینش رو گشتن، یک پابند شتر، یک چیز بسیار بی ارزش، یک ریسمان های مخصوصی بود که پای شتر رو می بستن، از مال غنیمت دزدیده داخل خورجینش است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن هو فی النار. این مجاهدی که شهیدم شده است، این همه قهرمانی هم نشان داده است، به خاطر دزدیدن، پنهان کردن، حالا دزدیدن هم نگیم، حقش بود، یعنی در غنیمت
اگر که به اجازه ولی امر امون رو می گرفت حقش بود، می اومد خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفت یا رسول الله من در اثنای جنگ اینو غنیمت گرفتم، با این شمشیر، با این نیزه، با این خدمت شما. پیامبر می دادن، مجاهد از غنیمت حق می گیرد، سوار جدا حق می گیرد، پیاده جدا حق می گیرد. اما این چی کار کرد؟ اینو پنهان کرده بود که اینو بدون تقسیم بگیرم از من باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن او را فی النار. و ما چقدر داریم امروز کسایی که از پول جهاد، از پول یتیم، از پول فقیر، از پول ملت برای خود قصر درست کردن، شرکت درست کردن، کارخانه درست کردن، صاحب مناصب بزرگ شدن، و اگرم که بهش بگی که بالای چشمت ابرو است، میگه من که جهاد کردم. یعنی او را برخ میکشه، جهاد برخ میکشن، در حالی که اگر این شخص جهادش فی سبیل الله باشد، به هیچ از این موارد دنیوی که ما حولش هست دل نمیبنده. درستم، بس این اکرمکم اند الله یتقاکم میشه. دقیقا. حالا از این سختتر یک روایت دیگری رو که در مورد مجاهد از خدمت شما بیان بکنم. ما در دنیا وقتی بخوایم آتشی رو روشن بکنیم، یک چند توت کاغذی، چوب باریکی، چیزی خشکی رو با روغنی، با بنزینی، با نفتی آغشته میکنیم، این رو در زیر چوب ها و زغال آتش میزنیم تا این آتش ما چی شود؟ روشن شود. چی میگن این رو؟ آتشگیر میگن، یا یک چوبایی که میگه بله، چیز درگیران میگیم ما در بله درگیران. برای روشن کردن آتش جهنم همیشه یک چیزی لازم است که این آتش عظیم جهنم وقتی الله سبحانه و تعالی میخواد روشن بکنه، باید یک چیز درگیران باشه، درگیرانی باشه که این آتش با او روشن بشه. سه طایفه هستن که الله سبحانه و تعالی جهنم رو به وسیله اونها آتش رو روشن میکنه. از انسان ها؟ از انسان ها. یکی مجاهد، مجاهد، یکی عالم دین، یکی هم کسی که پولش رو در راه خدا صدقه داده. یعنی چه قسم؟ اینا که فی سبیل الله مگم کار نمیکنن؟ ببینید، سه طایفه ای که از بهترین اعمال رو در دنیا انجام دادن. مجاهد بالاترین مرتبه ای که در بین عبادت ها وجود دارد، یعنی افضل همه عبادت ها چی است؟ جهاد فی سبیل الله است. قله اسلام است. قله اسلام چی است؟ جهاد است. مجاهد کسی که در راه الله شهید می شود، با ریختن اولین قطره خونش همه گناهانش بخشیده می شود. همه مردم در برزخ منتظر قیامت می مانند، شهید مستقیما کجا می رود؟ جنت می رود. جنت می رود. روح شهدا در منقار پرندگان سبز رنگ در زیر عرش الله سبحانه و تعالی میخورن و میآشامن و پرواز میکنن. حدیث صحیح هست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. فرق شهید ببینید چقدر با بقیه انسان ها. همه انسان ها، علما، متقین، پرهیزگاران، اولیا، صالحین در برزخ، اینا مستقیم وارد بهشت میشوند. نه حساب است، نه کتاب است، و نعمت های بی پایان. مجاهد، عالم، عالمی که حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگن که مایه هایی که در دریاها هم هستند چی میگن؟ تعریف و تمجید علما را میکنن. علمایی که انما یخشى الله من عباده علما، این علما با این همه مراتبشون و کسی که انفاق میکند فی سبیل الله، آیا یک عملی در این دنیا بالاتر از انفاق فی سبیل الله هست که کسی مال شیرینش رو برای فقرا بدهد، برای مساکین بدهد، در راه خدا خرج بکند؟ پس چی میشه که سه طایفه ای که بهترین ها هستن، جهنم رو الله سبحانه و تعالی توسط اینها آتش رو روشن میکنه، مثل که ما با چوب کبریت یا کاغذ آتش رو روشن میکنیم.
این سه گروه رو میبرن، اول با این رو شروع میکنن. چرا؟ مجاهدی که فی سبیل الله جهاد نکرده باشد، نامش مجاهد است، نامش مجاهد است، به خاطر اعلای کلمت الله جهاد نکرده، به خاطر منصب جهاد کرده، به خاطر که وزیر بشه جهاد کرده، به خاطر که رئیس بشه جهاد کرده، به خاطر که خانه و قصر خوب داشته باشه. چون ما در این دنیا نمیفهمیم مجاهد واقعی کیست. چی بستگی داره به چی؟ به نیت طرف. نیتش خالص برای الله باشه، مجاهد واقعی است. ما نمیدانیم، اما الله متعال میدانه. پس این یک طبقه شد. علما، کسانی که علم داشتن اما این علمشان به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه مردم بهشون بگن به به عجب عالمی، عجب شیخ الاسلامی. امروز ببینید خود طرف شاید 4 کتاب و قدوری و کافی رو هم نخونده باشه، شاگرداش میگه که القاب بنویسن، شیخ الاسلام و الحال و القال القرآن و التفسیر و سنت و الحدیث و یعنی چی؟ مردم میگن امام بخاری، مردم میگن امام مسلم، مردم میگن امام شافعی، مردم میگن امام ابو حنیفه، مردم میگن امام احمد. حتی بعض اکثر علما قال احمد، قال شافعی، قال ابو حنیفه. ابن کثیر بزرگترین مفسر جهان اسلام از سلف صالح، کسی نگفته حضرت شیخ تفسیر و القرآن و المنقول و ابن کثیر. ابن کثیر، علامه ابن کثیر، ابن کثیر، ابن تیمیه ای که در زکاوت و در علم و در فقهش مثالی ما در تاریخ اسلام نداریم، مردم میگن ابن تیمیه. اما این طلبه ای که 4 روز در یک مدرسه مجهولی که شاید در داخل همون مذهبی که در اون مدرسه خوانده الفی هم حساب نشود، شیخ القرآن و الحدیث، بحث به شیخ الاسلام رسیده جناب استاد. بله، حالا که دیگه همه شدن شیخ الاسلام. مثلا در تاریخ اسلام ما یک شیخ الاسلام داریم، بله، شیخ الاسلام ابن تیمیه. حالا ماشاءالله تبارک الله در هر مدرسه ببینید 10 تا شیخ الاسلام. این عالمی که به خاطر که مردم میگن عالم، به خاطر که مردم میگن شیخ، دوزخ رو به وسیله ای روشن میکنه. عالمی که علمش در رو تأثیری نداشته باشد، عالمی که علمش در وجودش، در تواضعش، در فروتنیش، در تقوی و پریزگاریش اثر نکرده باشد. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی در بدترین مثال رو در قرآن به کیا میزند؟ مثل هم که مثل حمار، حمار، مثل هم که مثل کلب، مانند سگ هستن، مانند خر هستن، مرکب هستن. کیا هستن اینا؟ عالمی که به علمش عمل نمی کند. باور کنید هیچ فاسق و فاجیر رو اینطوری مثال نزده خداوند در قرآن که عالم رو اینطوری مثال زده، چون این یک وظیفه خطرناک است. و دیگر سومین کسی که جهنم رو به وسیلش روشن میکنن کسی است که پول خودش رو خرج کرده، پولش رو خرج کرده به خاطر این که مردم بگن به به عجب آدم سخاوتمندی است، عجب آدم خیری است. مثلا شما شاید در افغانستان زیاد دیده باشید، در بعضی کشورها، در ایران هم اینطوری است، در هند و پاکستان هم زیاد میبینید. مسجد آجی فلانی، مدرسه مولای فلانی، نمیدانم تکیه خانه آجی فلانی، یا ربات فلانی. چرا؟ چون که طرف میخواد هر کسی که از اینجا رد بشه بگه که بله، به به، این آجی فلانی چقدر انسان خیری است، چقدر انسان سخاوتمندی است که مسجدی به این بزرگی رو درست کرده است، مدرسه به این بزرگی رو درست کرده است. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اون صدقه‌ای که واقعا در نزد الله سبحانه و تعالی
مورد قبول هست صدقه است که وقتی شما با دست راستت صدقه میدهی دست چپت خبر نشود. چقدر جالب است این مثال، نه؟ مثلا طرف دستش رو در جیبش میکنه، پولی رو میگیره که حتی خودش نمیبینه. باور به خدا بکنید، من کسایی رو دیدم که در حالت صدقه داده خودش نمیدونسته که چقدر داده، همینطور دست کرده داده. کسی رو میشناسم که شاید میلیون دلار در یک پروژه خیری خرج کرده، میگه که اگر اسم من ذکر بشه من ناراحت میشم از شما، بگید فاعل خیر. و کسی رو شنیدم در مجلس بودم که 4 تا کولر به یک مدرسه ای داده بود، شرطش این بود که بنویسن مدرسه آجی فلانی. 4 تا کولر داده بود، ایرکندشن میگین چی؟ بله. 4 تا شرط گذاشته بود که بارد در بنویسن مدرسه آجی فلانی. اینا کسایی هستن که هیزم جهنم هستن و الله سبحانه و تعالی آتش جهنم را توسط همین ها چکار میکند؟ شعله ور میکند. درستیم جناب استاد، از فرصت استفاده کنیم. مسائل مرتبط به جهاد، یک موضوعی که به عنوان شبهه هم مطرح میشه در میان جوانا و دین ستیزا، خودتان هم در اول اشاره کردین که تا نام جهاد بگویم افکار و فکر ما میره طرف جهاد مسلحانه و زدن و کندن و کشتن و این موضوعات. حالا واقعا همین قسم است که یعنی جهاد به معنای تهاجم است، یا اینکه جهاد وقتی که در سال 2 هجری فرض شد جهاد فلسفه از او دفاع بود نه تهاجم؟ اگر همین مورد توضیح داده شود، چرا که خیلی در بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها خیلی یک موضوع مهم هست. ببینید جهاد یعنی چی؟ یعنی الله سبحانه و تعالی می فرماید که گروهی از انسان ها که قدرت دارن، زور بازو دارن، در سایه یک حکومت ولی امر اسلامی و شرعی، در زیر پرچم یک حکومت اسلامی یا یک ولی امر یا یک فرماندهی شرعی جمع می شوند به خاطر اینکه از فساد در جامعه جلوگیری بکنند، از قتل و کشتار مردم بیگناه جلوگیری بکنند، از دزدی و راهزنی و زنا و فحشا در یک جامعه جلوگیری بکنند، از تجاوز و ظلم و ستم جلوگیری بکنند. نه اینکه اینا خودشان تبدیل بشوند به یک گروهی که به مردم ظلم بکنند، ستم بکنند و آدم بکشند. هدف فلسفه جهاد استمرار حیات و زندگی در روی کره زمین است، بر آن شکلی که، بر آن معیارهایی که الله سبحانه و تعالی می‌خواهد. فلسفه جهاد زندگی به شکل انسانی است که الله سبحانه و تعالی به وسیله جهاد می‌خواهد که انسان‌ها مثل انسان زندگی بکنند. شما تصور بکنید که اگر جهاد نباشد، مجاهد نباشد، یا همین رو بیم به اصطلاح امروزی نیروی نظامی نباشد، نیروی انتظامی نباشد، ارتش نباشد، فوج نباشد، اردو نباشد، آیا یک ملت، یک امت، یک مجموعه‌ای که در یک جای زندگی می‌کنن در زیر سایه یک پرچم و یک حکومت احساس امنیت و آرامش می‌کنن؟ چه از فسادها و ظلم و ستم‌های داخلی، چه از فسادها و ظلم و ستم و تهاجم و حمله‌های خارجی؟ طبیعتاً که نه. این مجاهد است، این جهاد است که جلوی ظلم و ستم و تعدی و تجاوز رو میگیرد. پس فلسفه جهاد کشتن و بستن و ریختن خون نیست. فلسفه جهاد استمرار حیات و زندگی به شکل انسانی است. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر که الله سبحانه و تعالی این انسانها رو به وسیله همدیگر دفع نمیکرد، یعنی چی؟ یک گروهی که بغاوت میکنند، طغیان میکنند، ظلم و ستم میکنند،
الله سبحانه و تعالی گروه مجاهدی رو در مقابل اینها قرار میدهد که اینها رو در حدشان قرار بدهند، اینها رو جلوی ظلم و ستم و تعدی و تجاوزشان رو بگیرند. این یعنی جهاد. گاهی اوقات دشمن ظلم میکند، ستم میکند، بی عدالتی میکند بر مجاهد و بر حکومت اسلامی و بر ولی امر شرعی. لازم است که در مقابل این دشمن ظالم متجاوز که دست به تعدی زده است، دست به ظلم و ستم زده است، در مقابل او می ایستد. اگر به خوبی به حرف خوب شد خوب، نشد او را به زور سر جایش می نشانند. و اگر دشمنی ظالمی ستمگری به سرزمین اسلامی تجاوز می کند، دسترازی می کند، در مقابل او می ایستند، جهاد می کنند، دفاع می کنند، مقاومت می کنند. یا نوع دیگرش این است که ما مسلمان ها دین ما، پیامبر ما یک دین و یک پیامبر بین المللی است، جهانی است. ما وظیفه داریم این دین رو و پیام عدالت این دین رو، پیام توحید و یکتاپرستی رو به سراسر دنیا برسانیم، نه با زور شمشیر. یک چیزی که امروز مردم فکر میکنن که اسلام تا به زور جهاد و مجاهد و شمشیر در دنیا پخش شده، نه، اسلام این رو گفته که شما اسلام رو به زور شمشیر نشر کنین و پخش بکنین، و نه همچین اتفاق افتاده. حالا اگر کسی در گوشه‌ای در یک برهه‌ای از تاریخ چنین کاری انجام داده، ربطی به اسلام نداره، چون که اسلام نه اون رو تایید کرده و نه به اون دستور داده. اما شما میخواهید برید مثلا این دعوت توحید رو، این دعوت عدالت رو، مساوات رو، برادری رو در یک منطقه از کره زمین پخش بکنید. یک انسان ظالم و ستمگر میاد در مقابل شما میایسته. تا لحظه‌ای که در مقابل شما نایستاده، شما با او کاری ندارید. اما وقتی در مقابل شما ایستاد و مانع از رساندن توحید شد، مانع از رساندن عدالت شد، مانع از رساندن مساوات شد در بین بشریت، و در مقابل شما شمشیر کشید، شما مجبور هستید، معذب هستید که در مقابل او چیکار بکنید؟ جهاد بکنید تا این مصلحت عمومی بشری که هست برآورده شود، که رساندن توحید و عدالت و مساوات و برادری است. و مخاطب جناب استاد، مخاطب جهاد طبیعی غیر مسلمانان باشد، چرا که اگر ما امروز بیاییم بحثی که فعلا خیلی مطرح هست و باید جواب داده شد، که متاسفانه من خودم شخصا که میبینم فقدان فتوا وجود داره در یرسه در افغانستان. بله. در حالت فعلی آیا تحرکاتی که صورت میگیره بر ضد دولت میتونم نامی زیر جهاد بگذاره؟ ببینید، هیچ حرکت نظامی بین دو گروه مسلمان جهاد گفته نمی شود، بلکه بغاوت گفته می شود. درست. هر حرکت مسلحانه ای که بر علیه مسلمان ها صورت بگیرد، باز اگر بخوایم کمی فصلتر وارد این قضیه بشیم، یک عده ای از مسلمان ها می روند در کنار دشمن اسلام قرار می گیرند. مثلا به این شکل توضیح بدهیم که کشور ما مورد تجاوز و اشغال بیگانه قرار گرفت، کفار. تعدادی از مسلمان ها آمدند با کفار یک دست شدند، در خدمت کفار قرار گرفتند، راهنمای آنها شدند، ترجمان آنها شدند، به اصطلاح امراض و همدل و امراض آنها شدند، در اشغال کشورشان، در حاکمیت اشغالگران بر کشورشان با آنها کمک کردند. حکم این افراد، ولو اینکه مسلمان باشند، دقیقا مثل حکم کفار است. و من یتولهم منکم فانه منهم فهو منهم. کسی که از جمله مسلمان ها می رود در کنار کفار قرار می گیرد، با آنها کمک می کند، همکاری می کند، حکمش در جهاد، در صحنه جنگ، حکم کافر است.
طبیعتاً کسایی که غیر مسلح هستند در ارگان‌های دیگری مانند وزارت خانه‌های مثلا تجارت، بهداشت، این چیزا کار میکنن، حکم آنها فرق میکنن. اما آن کسی که به عنوان پلیس، به عنوان ارتش در کنار اشغالگر قرار میگیرد و در مقابل مجاهدین میجنگد، حکمش حکم کفار هست و جهاد در مقابل او مشروعیت دارد. اما اشغال به پایان میرسد، اصلا در یک مملکتی اشغالی وجود ندارد، دو سه تا حزب هستند، قومیت های مختلف هستند، افکار مختلف هستند، هر کدام به خاطر رسیدن به قدرت و به خاطر به چوکی نشاندن آرا و افکار خودش ندای جهاد سر بدهد. این جهاد نیست، این بغاوت است، این جنایت است. در مقابل حکومت اسلامی با وجود همه مشکلاتی هم که داشته باشد، هر اختلاف رأی و سلیقه‌ای که ما با آنها داشته باشیم، ولو این که حالا فاسق و فاجر هم باشن، آیا در مقابل آنها سلاح برداشتن و جنگیدن به نام جهاد وجود دارد؟ نه خیر، وجود ندارد. سبقه شرعی ندارد. هیچ سبقه شرعی ندارد. متاسفانه امروز در کشور ما مردم را همینطوری فریب دادن. هر جایی که به نقطه باریک می رسیدن، خواسته های شخصیشان برآورده نمی شد، چی کار می کردن؟ اعلان جهاد می کردن. شاید به یاد داشته باشید که در لوی جرگی که درست کرده بودن در زمان کرزی، مجددی صاحب هم در اونجا گفت که اگر بازی گپ ما نشد، باز ما اعلان جهاد می کنیم. یعنی دستاویز سر چیز خنددار بود. یعنی مملکت رو شما دادی به آمریکا و به ناتو، فعلا در خیمه ای که اونها درست کردن و چهار اطرافش هم اونها امنیتش رو گرفتن، این جلسه رو برگزار کردی، بعد میگه که اگر بازگپ ما نشد ما اعلان جهاد میکنیم. این سوء استفاده از جهاد است که متاسفانه احزاب ما، رهبران جهادی ما، غیر جهادی ما همیشه از این سوژه سوء استفاده کردن بر علیه مخالفین خودشان به عنوان چی؟ جهاد. آه، ما جهاد اعلان میکنیم. جهاد ضوابط دارد، جهاد معیارهای خودش رو دارد، جهاد با کی صورت میگیرد، چطوری صورت میگیرد، همه اینها رو الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما در دین مبین اسلام روشن کردن و بیان کردن. و اینکه کسی بیاید و جنگ و جدال دنیوی و به خاطر پول و منصب و مقام و حکومت و مشکلات سیاسی خودش را به نام جهاد و به نام مجاهد بنویسد، این جنایتی است که الله سبحانه و تعالی هرگز نمی‌بخشد. درست. جناب استاد، موضوع مهم دیگه که مطرح میشه جنگ است و گرچه اشاره شد تا جایی حفاظت و حراست از کشور، مثلا از مرزها، در احادیث هم ما داریم که یعنی فضل مرابطون چقدر زیاد است، اصابر و مرابطون و احادیث مختلف است در این عرصه. حالا با توجه به مرزکشی هایی که امروز شده در کشورهایی که اکثریت مسلمان هستند، در خاورمیانه، در جنوبی آسیا و در دیگه جا، امی احادیثی که فعلا وجود داره در رابطه به کسی که سرحدها را نگاه میکنه، بله، و حدیثی هم است که دو چشم آتش جهنم با او حساب اندامه، که یک شمی است که کسی که حراست میکنه و پاسبانی میکنه، شامل از این حدیث میشه کسی که فعلا در کشورهای اسلامی از مرزهای اسلامی حفاظت میکنه. ببینید، وقتی که ما میگیم کشورهای اسلامی، یکی همین نام است که ما 50 چند کشور اسلامی داریم عضو سازمان همکاری اسلامی. چند تای از این کشورها واقعا به معنای کلمه کشور اسلامی هستند، به معنی این که قانون الله سبحانه و تعالی در آنجا اجرا می شود، قرآن و سنت در آنجا پیاده می شود، احکام شریعت الهی در آنجا اجرا می شود. چند کشور داریم؟ 100% که مطلق نمی تونیم گفتن نداریم. اما بدتر از این رو داریم که
خیلی از این کشورها هنوز هم نوکر بیگانه هستند، در خدمت کفار و دشمنان اسلام هستند، برنامه ها و اجندای آنها را پیاده می کنند و به شکلی از اشکال مزدور یهود و نصارا می توانیم بگیم هستند. در کشورهای همسایه ما کم نداریم الحمدلله از این گونه همسایه ها متاسفانه زیاد داریم. ما وقتی که میم احادیث و روایات شرعی و احکام شرعی رو میخواییم در جای پیاده بکنیم، باید اون محیط و اون اشخاص همون سبقه شرعی رو داشته باشن تا که این احادیث و این روایات بر آنها چی شود؟ تطبیق شود. مثل در یکی از برنامه مثلا گفتم پدری که خودش نماز نمیخواند یا کاهل نماز هست، یا دست فرزندش رو تا 7 سالگی با خودش نگرفته از مسجد نبرده است، هیچ وقت حق ندارد که در 7 سالگی اگر بچهش نماز نخواند او را تنبیه بکند، چون این تنبیه کردن برای هر پدر و مادر نیست، برای اون پدر و مادری است که خودشان یک پدر و مادر وارسته دینی و شرعی و مسلمان باشن. این مرزهایی رو که الان مثلا شما بیاید یک روز مرز بین افغانستان و پاکستان رو پاسداری نکنید، هرچه دزد و قاچاقبر و قاتل و آدمکش و جانی و جاسوس و فاسق و فاجر از وارد کشور می شود. پس آیا کسی که از این مرز به خاطر این مسائل پاسبانی می کند، آیا آن اجر و پاداشی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای پاسبانی از مرزهای اسلامی ذکر کردن، مثلا می فرمان که رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا و ما فیها، که یک روز پاسداری کردن در سر مرز اسلامی بیش بهتر از دنیا و ما فیها است، آیا بر این مجاهد صدق می کند یا بر این شخصی که پاسبانی می کند؟ بله صدق می کند و بستگی دارد به نیتش. ببینید ما یک اصل داریم، هر کتاب حدیث رو شما 40 و ریاض الصالحین و هر چیزی که این باز کنید، اولین حدیث چی است؟ نیت. انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. پس طوری که در مورد مجاهد گفتیم، نه من قاتل لتكون كلمة الله هي له، هر انسانی هر عملی که میخواد انجام بده بستگی به نیتش هست. نیتش فی سبیل الله باشد، ثوابش را نزد الله سبحانه و تعالی دریافت میکند. نیتش غیر از آن باشد، در دنیا و آخرت بگردد دنبال کسانی که این عمل رو به خاطر آنها انجام داده است و دنبال پاداش از آنها بگردد. من در روز قیامت الله سبحانه و تعالی خیلی منصفانه برخورد میکند. الله طرف مجاهد میاد میگه که بله من مجاهد بودم، جهاد کردم در راه تو، ببین خون رو، ببین این سر و وضع رو، ببین. الله سبحانه وتعالی چی میگه بهش؟ یه نه تو دروغ میگی. یا الله من به خاطر تو جهاد، تو به خاطر این جهاد کردی که مردم بگن عجب آدم شجاعی، عجب آدم قهرمانی. این عدالت هست یا نیست؟ پس میگه برو امروز به خاطر همون کسانی که تو به خاطر آنها جهاد کردی که تو رو بگم قهرمان، برو الان از آنها اجر و پاداش رو طلب بکن. و این انسان در و در اونجا میگه پیش عتیل سید، پیش فلانی، پیش من جهاد کردم، اجر مرا بود، اجر مرا بود. کسی میداد در اون موقع به کسی چیزی؟ من یفیر و مرا منخی و امهی و ابی و صاحبتی. پس هر عمل انسان به نیت انسان تعلق دارد. اگر نیتی این شخصی که در یک مرز اسلامی پاسبانی می کند اعلای کلمت الله باشد، رضای الله سبحانه و تعالی باشد، خدمت به بندگان الله سبحانه و تعالی باشد، در جو پاداش از الله سبحانه و تعالی می گیرد. درست. جناب استاد، دو موضوع خیلی مهم در بحث جهاد مطرح می شود و به اصطلاح موضوعاتی است که موضوعات روز است. بله. یکی در همین اواخر ما شاهد بودیم که در
مسکو در روسیه یک حمله صورت گرفت و تعداد زیادی از مردم کشته شدند. بله. و هی یک سر و صدای را در بین ملت تاجیکستان براه انداخت. بله. حالا طرف گیر مانده بین از اینکه آیا چنین کار ثواب هست و توجیه شرعی داره؟ ما رفتیم کفار کشتیم و یا یکی تعداد دیگر میگن که نه حمله به اصطلاح تروریستی بود و چیزی که به اصطلاح غربی و آمریکایی گپ را میگن. یک موضوع. موضوع دوم بحث پس از جهاد هست. بله. یا طرف جهاد کرده سالیان سال مجاهد بوده و چی بوده بعدش منت گذاشتن بر جهاد هست. فکر کنم در بحث منت گذاشتن آیات صریح قرآن کریم در بحث انفاق فی سبیل الله است که کسی که صدقه میده و بعدش منت میکنه و یعنی هبا منصور. در این دو موضوع صحبت های شما را میداشته باشم چون فکر کنم که وقت برنامه خیلی کم. بله. ببینید اولا این رو باید بدانیم که معیارهای و ضوابط جهاد چی است. به خاطر جواب به پرسش شما در مورد قضیه که اخیراً در مسکو رخ داد، اولا عرض کردم خدمت شما در جهاد اخلاص، نیت و اخلاص شرط است. یک مجاهد باید نیتش فی سبیل الله، اعلای کلمت الله باشد، اخلاص داشته باشد، خاص به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی این جهاد را انجام میدهد. دوم اینکه قدرت داشته باشد، قدرت جسمی داشته باشد، قدرت امر سلاح داشته باشد، نه اینکه یک انسانی که ضعف جسمی دارد برود در سنگر به جای اینکه خودش جهاد بکند چهار تا مجاهد دیگر هم برای اونا به اصطلاح مشکلات ایجاد بکند. دوم مفاسد مصالح این جهاد و این حرکتی که انسان انجام میدهد از مفاسدش بیشتر باشد، یعنی مصلحتی برای دین، برای دین الله سبحانه و تعالی و برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشد. دیگر این که این جهاد باید با اجازه ولی امر باشد. حالا بعضی فکر نکنن که ببینید که انصاری مدخلی شده است و میگه که اجازه ولی امر. ببینید ما ولی امر یک مسئله شرعی است. حالا امروز مداخله آمدن یا جامعه آمدن قضیه ولی امر رو لکدار کردن با این اعتقادات مزخرفشان که دارند، با تفریطی که دارند در این مسئله، اما این واقعیت است که الله سبحانه و تعالی به ما امر کرده است که ما از ولی امر اطاعت بکنیم. الله متعال چه میفرماید؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر کیا هستند؟ اولی الامر کسانی هستند که مطابق قرآن و سنت در بین امت اسلامی حکم میکنن، یا حکم دینی است طبقه علما هستند، یا حکم سیاسی است طبقه حکام هستند، یا حکم نظامی است طبقه مثلا فرماندهان جهاد و ایناست. همه اینا اولی الامر گفته میشوند. یعنی اولی الامر مثل یک بوتی نیست که بوت بامیانی که در یک جای نصب شده باشد، که امروز مداخلی مدخلی ها و جامعه ها یک بوتی درست کردن به نام ولی امر و اون کسی است که حتما باید حاکم فلان کشور باشد. هر که با او موافق بود موحد است، سلفی است، هر که با او مخالف بود اخوانی است، فاسد است، فاسق است، فاجر است، فلان است، مبتدی است. اینطوری نیست. ولی امر یک بوت نیست. ولی امر هر کسی که عالمی، فرماندهی، پادشاهی، رئیس جمهوری، هر کسی که طبق قرآن و سنت در یک جامعه حکم می کند ولی امر است. حالا اسمش هر چی می خواد باشد، منصبش هر چی می خواد باشد. حتی تفاسیر اسلامی رو شما برید مراجعه بکنید، در تفسیر ولی امر چی میگن؟ علما، حکام، امرا، امرای جهاد، یعنی فرماندهان جهاد به اصطلاح امروزی ما، همه اینا کیا هستن؟ علما. این همه اینا اولو الامر هستن. پس جهاد باید در زیر فرمان یک ولی امری باشد. یعنی انفرادی گنجایش نداره. انفرادی هرج و مرج ایجاد میشه. داره میریم سر این موضوع.
دیگر اینکه یک پرچم شرعی باشد، رای شرعی در اصطلاح دینی که بهش میگن. این پرچم شرعی به معنی این نیست که من ما یک آرم و نشان خاصی داشته باشیم بعد این رو بلند بکنیم و در زیر این جاد بکنیم. این به معنی این است که همینایی که میخوان جاد بکنن کیا هستن؟ حزب است، حرکت است، دولت است، اینا کیا هستن؟ باید همه چیزشان واضح و آشکار باشد. ولی امر و امیر باید معلوم باشد. یعنی پرچم شرعی که میگیم، رای شرعی که میگیم یعنی چی؟ یعنی امیر باید معلوم باشد، اهداف باید معلوم باشد، انگیزه ها باید معلوم باشد، سیاست ها باید معلوم باشد. نه اینکه هر کس هر جایی بلند شد به نام جهاد ما به دنبالی او برویم و امت رو به تباهی و بربادی بدهیم. آیا هر کس می تواند به تنهایی جهاد بکند؟ ببینید یک زمانی است نفیر عام است. ولی امر اعلان کرد که یا ایها الناس جهاد بکنیم. دشمن حمله کرده دیگه هیچ. در این صورت هر کس سلاحشو میگیره میره وارد جنگ با دشمن میشه. دیگه نگاه نمیکنه که چی است و فلان است و این است و ضوابط مهابت دیگه اونجا از بین میره. چون همه چیز به هم خورده. شاید حتی ولی امر کشته شود، ولی امر سقوط بکند. آیا مسلمان باید در خانه بنشینند؟ نه، هر کس به اندازه استطاعتش در مقابل دشمن قرار میگیرد. این یک مسئله استثنایی است. اما در عام باید هر حرکتی که جهادی که صورت میگیرد در مقابل دشمنان اسلام در زیر یک پرچم شرعی معروف و واضح و صریح و بیان باشد، در زیر امارت یک امیری که انسان واضح، صریح، آشکار و مجهول نباشد. نه اینکه هر کس چهار نفر جوان جمع شوند، یک نفر به نام ابو فلان در اینستاگرام یا تلگرام یک کانالی باز بکند، بعد به اونها بگوید که قال الله تعالی، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، جاهدوا باموالکم و انفسکم، ای جوان ها بدوید جهاد بکنید. کجا جهاد بکنید؟ اونجا یک استادیومی هست یا یک سالن موسیقی هست، اونجا بروید مردم رو بکشید. هر کدام شما در این راه کشته شوید، بهشت وارد بهشت میشوید، 72 تا حور میگیرید و اگرم که کشته نشدید غازی میشوید. به هر کدام شما مبلغ چند میلیون روبل ما غنیمت میدهیم. الان این جوان پول رو گرفت یا نگرفت، سلاح براش رسید، رفت در اونجا وارد این سالن شد، از دم همه رو تیرباران کرد، بعد از اون خودش دستگیر شد، یا کشته شد در اونجا یا هم دستگیر شد. خودش، خانوادهش، کشورش، ملتش همه در به در شدن. به خاطر چی؟ به خاطر یک انسان مجهول الهویه‌ای که به نام ابو فلان در اینستاگرام یا تلگرام یا در جای دیگه به اینها این دستورالعمل را داده بود. آیا مسلمان باید به این اندازه احمق باشد؟ تو چی میدانی کسی که در اونجا در تلگرام این دستور رو به شما داد، این خودش جاسوس آمریکاست، جاسوس اوکراین است، جاسوس ایران است، اصلا از کدام کشور است، یهودی است، نصرانی است؟ هر کسی که آیه قرآن، مگر ما در تل آویو الان در پایتخت همین دولت نامنهاد اسرائیل دانشگاه اسلامی نداریم؟ به نام دانشگاه اسلامی تل آویو، استادانش هم همه استادایی هستن که عربن، یهودی های عربن. اسلام در آنجا تدریس می شود، قرآن و سنت در آنجا تدریس می شود، اما چی؟ بر اساس اهداف یهود. من تعجب می کنم از این جوانهایی که چهرهاشون رو ببینید، قد و قیافهاشون رو ببینید، سن و سالشان رو ببینید. چطور تو میری به یک کسی که در تلگرام به تو این دستور رو میده اعتماد میکنی؟ در کجای قرآن گفته که ما باید بریم انسانهای مدنی، یعنی انسانهای غیر نظامی را تیرباران بکنیم بکشیم؟ در کجای جهاد این رو گفته؟
در کجای جهاد گفته که باید زنها و کودکان و کهنسالان کشته شوند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحنه جنگ جسد یک زنی رو دیدن، در صحنه جنگ جسد یک زنی رو دیدن، تنبیه کردن که زنها رو نکشید، پیرمردان رو نکشید، کودکان بالغ که نشده باشن رو نکشید. در وقتی که اسامه رو به خاطر غزوه میفرستادن، در اثنای ودای اسامه چه نصیحت میکنن؟ درختان را قطع نکنید، حیوانات را نکشید، پیر زنان را نکشید، پیر مردان را نکشید، انسانهای غیر نظامی را نکشید، کسانی که در دیرها یا در امون مکان صومعه، مکان عبادتهای یهود و نصارا هستند، آنها را نکشید. کسی که با شما در صحنه جنگ سلاح به دست گرفته است، در مقابل شما می جنگد، او را باید بکشید. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می فرماید که لا ينحاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. خداوند شما را من می کند از این که بکشید، آسیب برسانید به کسانی که با شما نجنگیدن در امور دینتان و شما را از خانه و دیار و کشورتان اخراج نکردن. یعنی چی؟ یعنی انسانهای غیر نظامی که در یک کشوری هستن، شما در آنجا زندگی می کنید یا آنها در کشور شما زندگی می کنن، اگر کافری در کشور اسلامی زندگی می کند، طبق معاهده آمده است، اقامت کار می کند، زندگی می کند، هر بهانه ای که آمده باشد، برای تحصیل است، برای این، اهل چی است؟ اهل ذمه است. احکام اهل ذمه در دین مبین اسلام خیلی سخت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که کافر ذمی را می کشد، بوی بهشت به مشامش نمی رسد. و این که تو در کشوری او میری زندگی می کنی، طبق یک اتفاق و تعهدی که تو کردی، پاسپورتشو گرفتی، ویزهشو گرفتی، تعهد کردی، امضا کردی، به خاطر این یک عهد و پیمان و میثاق است که تو با اونها بستی. بعد در اونجا میری در وسط شهر، میری مردم غیر نظامی رو تیرباران میکنی به نام جهاد و مجاهد. باللهی باللهی تاللهی، این نه در قرآن است، نه در سنت است، نه در فقه اسلامی است، نه در مذهب حنفی است، نه در شافعی و مالکی و انبلی است، نه محدثین گفتن، نه مفسرین گفتن، نه فقها گفتن، نه علما گفتن. نروید فریب این مفتیهای استخباراتی مجهول الهویه تلگرامی رو نخورید. بعد از اون الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ نه تنها نمیگه که اونها رو نکشید، کسانی که با شما نجنگیدن، شما را اخراج نکردن، میگه که انتبروهم و تقسطوا الیهم، که با آنها نیکی کنین و با آنها با عدالت برخورد بکنین. یعنی چی؟ حتی باید با آنها شما با نیکوکاری، با نیکی با آنها برخورد بکنین. تنها این نیست که شما آنها را نکشی، بلکه باید با نیکی، با خوشرفتاری با آنها معامله بکنید. در ادامه آیه الله سبحانه و تعالی می فرماید که انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم. الله سبحانه و تعالی مانع از کشتن کیا نمی شود؟ کسانی که با شما جنگیدن و شما را از شهر و دیارتان اخراج کردن. الان در اینجا یک نکته خیلی مهمی رو باید با صراحت ما بگوییم. سبب این بدبختی که امروز این جوانهای تاجیک در روسیه گرفتار شدن کیا هستن؟ 4 تکفیری مانند ابو محمد مدنی و ابو فلان و ابو علان که صبح تا شام در صفحات اینترنت این کافر است، این مشرک است، این طاغوت است، این فلان است، اینجا این است، اون، بدون ضوابط، بدون معیار جوانها رو پر کردن
غیر از درس تکفیر و تفجیر و تفسیق دیگه چیز دیگری به مردم ندادن. شما تصور کنید الان وقتی یک جوانی که علم شرعی ندارد، از قرآن و سنت خبر نیست، پای صحبت ابو محمد مدنی می نشیند و بعد از اون از زبان او می شنود که این انصاری کافر است و مشرک است و به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل، بعد فردا یک نوکر استخبارات بیاید به این جوانی که شاگرد ابو محمد مدنی است بگوید که برو به خودت بمب ببند، خودتو برو مثلا در کنار محمد انصاری منفجر بکن. فکر میکنید این جوان تردد میکند؟ نه، قربتاً الله این کار را انجام میداد. همین کار را با مولوی مجیب الرحمن انصاری نکردن، با استاد ایاز نیازی نکردن، با استاد مبشر مسلمیار نکردن، همین جوان ها همین شاگرد های امینا کردن. در قضیه عذر به جهل احمد ظاهر مبشر مسلمیار را تکفیر کردن، همینا همین ابو محمد مدنی و جماعتش وقتی دلیل شرعی نداشتن تکفیرش کردن. تکفیر کردی یعنی چی؟ یعنی خونش حلال است، مالش حلال است، ناموسش حلال است، میتونی بری بکشیش. و یک جوانه که دیگری پیدا شد که حالا این رو استخبارات ایران چارج کرده بود، CIA چارج کرده بود، ناتو چارج کرده بود، امنیت ملی افغانستان چارج کرده بود، منافقینی که بودن، رفت خودش رو منفجر کرد و رو به شهادت رساند. الله اکبر. امروز ببینید یک جوان تاجیک میرود در یک کلیسا در استانبول خودش رو منفجر میکند، 4 نفر زخمی میشوند، در عموم ترکیه تاجیک ها از فرودگاه ها برگردانده میشوند، تاجیک ها دیپورت میشوند، معاملاتشان انجام نمیگیرد، مشکلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی، همه چیز برایشان ایجاد می شود. یک لحظه این تاجیک فکر نمی کند که همین کاری که این کرد آیا کار شرعی بود؟ نه والله نبود. نه در قرآن آمده است، نه در سنت آمده است که تو برو داخل کلیسا خودتو منفجر بکن. دستاوردش چی بود؟ تاجیک هایی که در ترکیه آزادانه درس می خواندن، تعلیم قرآن میکردن، درس دینی میخوندن، تجارت میکردن، همه اینا دچار مشکل شدن، همه اینا رو الان دیپورت میکنن، تحویل حکومت تاجیکستان میدن. آیا یک لحظه فکر نمیکنی که در پشت همین کار استخبارات خود تاجیکستان است؟ فکر نمیکنی که خود همین ابو محمد مدنی و امثال اینها نوکرای همون استخبارات باشن؟ چرا؟ فایده رو کی کرد؟ در تاجیکستان مدارس دینی بسته است، مدارس قرآن کریم بسته است، در ترکیه آزادانه تاجیکا درس قرآن و علوم دینی می‌خواندند، با یک عمل خلاف دین آمدن همه اینا رو در محدود شد و تعطیل شد در ترکیه. در روسیه تاجیکا آزادانه عبادت می‌کردند، تجارت می‌کردند، مدارس خودشان را داشتند، حفظ قرآن می‌کردند، حفظ حدیث میکردن، حجاب میپوشیدن، ریش میگذاشتن. یعنی آزادی هایی که در روسیه بود در تاجیکستان نبود. آزادی هایی که در روسیه تاجیکا داشتن در تاجیکستان نداشتن. با این کار، با این کار این 4 تا جوان احمد چی شد؟ چقدر تاجیک دیپورت شد؟ در آخرین گذار حدود 30-40 هزار نفر تاجیک روسیه رو ترک کرده. چقدر مدارس دینی تعطیل شد؟ چقدر طالب علم شرعی که اونجا به خاطر تعلیم قرآن و دین آمده بودن اینا محروم شدن؟ آیا این کاری که اینا کردن هدف دشمنای اسلام بود یا نبود؟ یک سرزمین دیگری بود که امید بود که مسلمان‌های مستضعف از آسیای میانه، از تاجیکستان، ازبکستان، از این کشورها در اونجا جای پای داشته باشن، زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشن، تجارتشان را بکنن، درسشان را بخونن، فرهنگشان یکی، زبانشان یکی، اعتقاداتشان یکی. افغانستان، در افغانستان چی کار کردن؟ در اونجا آوردن تاجیکا و ازبکا را بسیج کردن به نام داعش. برید که اونجا امارت مرتدین است، خودشان را منفجر کردن،
چقدر انسان‌های بیگناه رو کشتن. در اونجا هم رفتن تاجیک ممنوع، زندگی کردن تاجیک ممنوع، منظور تاجیکستانی است. چرا؟ به خاطر چهار تا احمقی که این کارا رو انجام دادن. آیا فکر نمی‌کنید که اینها همه یک دسیسه است که این ملت تاجیکستان رو دست و بالشان رو در همه دنیا ببندند و محدودشان بکنند در زیر همین ظالم ستمگر دیکتاتور در داخل تاجیکستان؟ کی میخوان این جوانهای ما عقلشان را به کار بیندازن؟ 15 سال پیش به اینها گفتیم از برای خدا این بازی های استخباراتی واردش نشوید. هدف از ضربه زدن به اسلام است، هدف از بین بردن جوان تاجیک است. در ظرف تقریبا 2-3 ماه در قندار، در استانبول یک تاجیک خودش رو منفجر میکنه، در قندار در جلوی بانک یک تاجیک خودش رو منفجر میکنه، در روسیه یک تاجیک خودش رو منفجر، چند تاجیک میرن اونجا این کار رو انجام میدن. چرا تاجیکا؟ بابا از برای خدا بیدار شوید برادران خواهران عزیز تاجیک، بیدار شوید. این یک بازی استخباراتی است به خاطر نابود کردن و از بین بردن جوانهای تاجیک. چون در بین کشورهای آسیای میانه تنها کشوری که بیشترین پابندی و التزام دینی رو داشت کدام کشور بود؟ تاجیکستان بود. و این دسیسه استخباراتی رو درست کردن و 4 تا انسانهای مجهول رو به نام ابو محمد و ابو فلان و ابو احمد و ابو کلبی و ابو مقصود رو در اینترنت آوردن. این کافر است، این فاسق است، این مرتد است، این منافق است، اینو کشت، این طاغوت است، این کارو الان خودش به بد کردن افتاده. الان خودش داره، نه ما این نگفته بودیم که این کارا رو بکنید، الان خود رفیقای خود ابو محمد مدنی دارن او رو تکفیر میکنن در صفحاتشون. چرا؟ به خاطر که حمله مسکو رو محکوم کرده. اونم چرا محکوم کرده؟ چون که در این جغرافیه زندگی میکنه. اگر محکوم نمیکرد خودش هم به بلا میرفت. پس منت گذاشتن ما رو کوتاه اشاره کنیم. بله. و جای جالبی است که جناب استاد که در حالی که جهاد بالفعل در اونقدر دورم نیستیم، یعنی در فلسطین جریان داره، در غزه جریان داره و این طرف اینا میان انرژی و ظرفیت خود را کجا مصرف میکنن. در مورد منت گذاشتن پس از جهاد اگر کوتاه اشاره داشته باشیم بعدش به پایان برنامه بریم. بله. همونطوری که در شروع صحبت ها اشاره کردیم که هیچ کسی حق ندارد که به خاطر جهادی که کرده برای ملت منت بگذارد. هیچ کس. عده از عرب آمدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمودند یا رسول الله ما مثل بقیه مردم نبودیم، ما اسلام آوردیم، ما مسلمان شدیم، ما در کنار شما بودیم. ما آخر الله سبحانه و تعالی غضب شد. در سوره حجرات خطاب به اونها چی میگه الله سبحانه و تعالی؟ اولا الله سبحانه و تعالی اونها رو میاد چی میگه؟ میگن که قالت الاعراب آمنا آمنا. الله سبحانه و تعالی میگه اولا خودتان را تسکیه نکنید، نگوید که ما ایمان آوردیم، بگید ما مسلمان شدیم، یعنی تسلیم شدیم. چون ایمان مسئله ظاهری است، داخلی است. یعنی ایمان وقتی انسان میگه من انسان مؤمنی هستم، این مسئله را غیر از الله کسی دیگری نمیتواند تشخیص بدهد. آنچه که برای من و شما ظاهر است اسلام است، شما انسان مسلمان است، برادر مسلمان هستین. اما اینکه مؤمن هستی یا نیستی، این در پیشگاه الله سبحانه و تعالی معلوم است که تو مؤمن هستی یا نیستی. اعمال تو اعمال مؤمنین هست، ما میبینیم. اما اینکه تشخیص بدهد که 100% تو مؤمن هستی، الله سبحانه و تعالی است. یا الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم. اسلامکم. بلکه الله سبحانه و تعالی بر شما منت میگذارد که شما را هدایت کرده است. پس این الله هست که بر توی مجاهد منت میگذارد که از تو برای دفاع از دین و اعلای کلمت الله استفاده کرده است، نه اینکه تو بر الله و بر ملت منت بگذاری که من مجاهد بودم، من جهاد کردم. هر کسی که با به رخ کشیدن اعمال
صالحه خودش، جهادش، صدقهش، ایمانش، تقواش، پرهیزگاریش میخواهد که از جامعه امتیاز بگیرد، این صفت صفت انسان منافق هست، صفت انسان مؤمن نیست. الله سبحانه و تعالی چی میفرماید؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذاب. شما صدقه میدید اما صدقتون رو با اذیت و آزار دادن باطل نکنید. تو جهاد کردی در راه الله سبحانه و تعالی، لکن با اذیت کردن مردم، با جاه طلبی، با منصب طلبی، با قدرت طلبی، با به رخ مردم کشاندن، این جهاد و مجاهدت خودت رو باطل نکن. این عمل خیری است که تو انجام دادی بین تو و پروردگارت. اگر نیتت خالص بوده، اگر خاص برای الهی کلمت الله بوده، پاداشش رو از نزد الله سبحانه و تعالی دریافت خواهی کرد. اما انسانی که بیاد این رو به رخ مردم بکشه، به معنی این است که من این کار رو انجام دادم، الان شما بیاید در مقابل این برای من چی بدید؟ پاداش بدید. پاداش بدید. در حالی که انسان مؤمن واقعی و انسان کسی که در راه الله سبحانه و تعالی عملی رو انجام میدهد، اجر و پاداش خودش رو از کی میخواهد؟ الله. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. کسی که وقتی که نفقه میده، خرج میکنه، عمل صالح انجام میده، شعارش چی است؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نه از شما پاداش میخواهیم و نه حتی از شما یک تشکری هم نمیخواهیم. حتی تشکری هم نمیخواهیم. اما امروز متاسفانه بعضی از مجاهدین ما، بعضی از علمای ما، بعضی از اصلا طلبکار هستن از ملت. باید همه ملت تا ایشان زنده است باید در خدمت ایشان باشد، به خاطری که ایشان دعوت کرده یا جهاد کرده. خب نمی کردی، کس تو رو مجبور که نکرده بود. این یک جانب قضیه. جانب دیگر این که ما مسلمان ها هم باید قدرشناس باشیم. قدر خانواده های شهدا، قدر خانواده‌هایی که جهاد کردن، قدر کسایی که معلولین هستند، اعضای بدنشان را در جهاد از دست دادن، قدر آنها را بدانیم. یعنی این نباشه که همه چیز یک طرفه باشه. بله، ما در خانه خود نشسته بودیم، ما مشغول درس خواندن بودیم، مشغول تجارت بودیم، مشغول دعوت بودیم، در زمستان در زیر صندلی، در تابستان در زیر کولر عیش و عشرت خود ما رو میکردیم، به این طرف رفت برای عزت من، برای شرف من، برای ناموس من، برای آزادی وطن من، برای اعلای دین من جانش رو از دست داد. امروز وظیفه من این است که از همسرش، از خواهرش، از برادرش، از فرزندانش بپرسم که اونا در چه وضعیتی هستن. امروز ما هزاران خانواده شهید داریم که کسی اصلا حالشان را نمی‌پرسد. بعضیشون به نان خوردنشان محتاج هستند. آیا این از پاداش کسانی که به خاطر اعلای کلمت الله و به خاطر من و تو جان شیرینش رو فدا کرده؟ امروز اگر او به سر خانوادهش می بود، زن و بچهش به این مشکلات و بدبختی زندگی نمی کرد. پس وظیفه ما است که از اونها سرپرستی بکنیم. وظیفه ما این است که از آنها غمخواری بکنیم. یا کسی که یکی از اعضای بدنش رو مثلا از دست داده، امروز وظیفه تجار، وظیفه انسانهایی که صاحب مال هستند، صاحب منصب هستند و می توانند، باید کسانی که معلول هستند یا معیوب هستند، اعضای بدنشان دست، پا، چشم در جنگ از دست دادن، اینها رو به وظیفه بگیرید. یک انسان سالم اگر 10,000 افغانی ماهانه معاش میدید، به این 15,000 بدهید. والا کارم میکنن، به بهترین وجه میتوانن، شاید یک کمی محدودیت ها داشته باشن، اما میتوانن کار بکنن. بگذارید با عزت و با شرافت و آبرومندانه زندگی بکنن. فکر کنید که همین رو که سر کار گرفتید، همین یک وظیفه شرعی دارید انجام میدهید در مقابل او. به جایی که ببرید مثل یک گدا برای او در خانه چیزی رو بدهید، بیارید در دفتر خود حداقل به عنوان یک، اصلا هیچ کاری اگر از او برنید، حداقل یک چایی که میتواند برای شما آماده بکنه. و همچنین
حتی کسانی که جهاد کردن شهید نشدن، معیوب نشدن، امروز در بین ما هستند، باید قدرشان را بدانیم. اینا کسانی بودند که از همه چیز خود گذشتن، امکان داشت شهید شوند، امکان داشت اعضای بدن خودشان را دست بدن. قدرشان را بدانیم و از آنها به نیکی یاد بکنیم و در مقابل آنها هم نباید این جهادی را که به خاطر الله سبحانه و تعالی انجام دادن با برخ کشیدن مردم، با بیان کردن آن برای مردم و با سوء استفاده از اسم جهاد و مجاهد، این عمل نیک و شایسته‌ای که انجام دادن رو باطل کنه. سلامت باشین جناب استاد بزرگوار. گرچه موضوع و بحث جهاد خیلی مفصل هست که در یک جلسه نمیشه که ما تمام حق مطلب را ادا کنیم و خیلی صحبت های دیگه و موضوعات مانده باشه که نگفته باشه، در اخیر پیامتان را میتونیم داشته باشیم در این مورد. و یک موضوع دیگه است جناب استاد که جهاد هم عبادت است، یعنی عبادت الله هست، اما قسمی که انفاق و صدقه دادن عبادت است و طرف کوشش میکنه که با ریا آلوده نشه، اما به شکل سهلنگاری میشه در این موضوع باز در جهاد و موضوعات. یک پیام خیلی کوتاهتان هم میتونیم داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که یک فلسفه‌ای که الله متعال در مورد جهاد بیان می‌کند، و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله. فلسفه جهاد این است که فتنه و فساد از جامعه بشری برچیده شود و دین فقط دین الله سبحانه و تعالی باشد. جزاکم الله خیر. سلامت باشین جناب استاد. بیننده‌های عزیز و گرامی، به پایان برنامه لحظه های آسمانی رسیدیم. تا دیدار بعد که باز هم خدمت شما عزیزان حاضر می شویم، همه تان را به الله بنیاز می سپاریم. اوقاتتان خوش، شاد و موفق باشید.